با درود خدمت یکایک بینندگان و سروران گرامی، ایمان سلیمانی امیری هستم در روز سه‌شنبه 27 تیر ماه با برنامه دیگر با عنوان بازشناسی باورها در خدمت شما. در روزهایی قرار داریم که از روز آینده مصادف خواهیم بود با ایام محرم به عنوان یکی از ماهای قمری که در سال 61 واقعی پیرامون شهر کوفه رخ داد. در برنامه روز پنج شنبه به مدت سه برنامه به بازشناسی واقعه کربلا و عاشورا خواهیم پرداخت با نگاهی به زندگانی حسین ابن علی و ببینیم که این تاریخی که از سوی ایدئولوگ ها و مورخان به جا مانده تا چه اندازه میتواند قابل راستی آزمایی باشه، تا چه اندازه میتونه اون دیدگاه های اعتقادی شیعیان رو برای ما تبیین کنه. بنابراین امروز رو به یک بحث سیاسی اختصاص خواهیم داد در ادامه مبحث دموکراسی، ولی در روز پنج شنبه به مدت سه برنامه که مصادف هم خواهیم بود از روز اول محرم تا روز دهم به بازشناسی تاریخ زندگانی حسین ابن علی. برنامه امروز ما پیرامون دموکراسی است، آن چیزی که در برنامه پیشین در مورد ادله دفاع از دموکراسی ارائه کردیم و خب در این برنامه قصد داریم نشان بدیم حال که ما میدانیم دموکراسی به موجب ادله قابل دفاع است، آیا دشمنانی هم دارد؟ چرا دموکراسی در بسیاری از سرزمین ها اجرا نشده؟ مردم سرزمین ها به دنبال دموکراسی بودند، مردم کشورها به دنبال آزادی بودند، اما محقق نشده. دلیلش چیست؟ آیا به صرف شناخت دموکراسی و مطالبه اون بدون مانع می توانیم به دموکراسی برسیم؟ این مسئله بسیار مهمی است. یعنی اگر ما نشانه های دشمنان دموکراسی رو نشناسیم، دوباره به بازتولید استبداد خواهیم رسید. بنابراین شناخت نشانه ها بسیار مهم. موانع دموکراسی هم بسیار گسترده است و باید اونها رو شناخت و در اون راستا گام برداشت. با توجه به اینکه وضعیت در ایران ما به دو دسته تقسیم شده، نخست رژیمی که بر مسند قدرت از یک ایدئولوژی بهره منده که ما در آینده به اون خواهیم پرداخت، وضعیت دوم گروه های مخالف جمهوری اسلامی هستند در قالب فعالین، اپوزیسیون و افراد دیگر، حتی کشورهای غربی، کسانی که دوست ندارن جمهوری اسلامی باشه. ما برای ایجاد دموکراسی آیا همه اونها بر یک نظر، بر یک رأی هستند یا نه؟ ممکنه گاهی ما به دنبال چیزی برویم که متوجه بشویم اون نماینده ارزش‌های ما نیست. در سال 57 همین مشکل رخ داد. عده‌ای در یک جامعه زندگی می‌کردند، احساس کردند که در اون جامعه آزادی احزاب وجود نداره، نظام یک نظام استبدادی است. تصمیم گرفتن اون نظام رو بردارن. به دلیل عدم شناخت نشانه ها به دامن یک ایدئولوژی یا یک رهبری افتادن که به هیچ عنوان نماینده دموکراسی نبود و وضعیتی رو ایجاد کرد صدها برابر بدتر از وضعیت قبل. اینکه امروزه انقلابیون سال 57 رو سرزنش میکنیم به این دلیل است که شما نشانه های دموکراسی رو در ایدئولوژی که به دنبالش رفتید و رهبری که تعیین کردید به درستی نشناختید. مردم بسیاری از کشورها بدون التفات به نشانه ها در دام رژیم های غیر دموکراتیک افتادند، در آلمان، در ایتالیا، کسانی که نشانه های موسولینی و فاشیست ها رو ندیدن، کسانی که نشانه های نازیسم رو ندیدن، نشانه های غیر دموکراتیک بودن هیتلر رو ندیدن،
آنقدر از شرایط جامعه به تنگ آمده بودند که احساس کردند هر کسی بیاید وضعیت بهتر میشه، اما دیدیم نشد. حال که در راستای یک انقلاب هستیم، به دنبال براندازی یک رژیم هستیم، به دنبال کنار گذاشتن آن هستیم، ضروری است ببینیم در کدام جهت در حال حرکتیم. آیا این همه هزینه ها در راستای دموکراسی است؟ اگر در میانه راه متوجه خطای خودمون بشیم، میتونیم اون رو اصلاح بکنیم و در ادامه مسیر به درستی حرکت. ولی اگر این نشانه ها رو نشناسیم، دوباره در دام یک استبداد دیگر میتوانیم بیفتیم. این پرداخت هزینه های بسیار زیاد. طبیعی است که ما باید نشانه های غیر دموکراتیک بودن، غیر حقوق بشری بودن و بسیاری از عواملی که ارزش های ما نیستن اما ایده اونها رو شعار میدن یا حداقل ادعای نمایندگیش رو دارن بشناسیم. بنابراین شناخت نشانه ها بسیار مهم. نشانه ها به شکل کلی از طریق ارتباط، رسانه ها و ابزارهای مختلف در درون جامعه منتشر می شود. بخشی از این نشانه ها همدیگر رو حمایت می کنند و بخشی دیگر از این نشانه ها ممکنه همدیگر رو حمایت نکنند. به دلیل اهمیت هر کدام از اینها باید مورد رصد و دقت قرار بگیرند. اولین نشانه ای که در پس هر شخص یا هر ایدئولوژی می توانیم بشناسیم زبان است، یعنی آن چیزی که شخص ادعا می کنه، در کتاب خودش مندرج کرده، مستوره، سطر به سطرش مشخصه. کسانی که معتقد هستند دموکراسی، لیبرالیسم، حقوق بشر مفاهیم مبتذله، کلیشه های مبتذله، یعنی به استبداد باور دارن. بدیل دموکراسی استبداد است. تعرف الاشیاء به ازداد. دی دموکراسی نمیخواد، جاش استبداد میخواد. به همین دلیله که ادهی در همین فضا سخن از کلیشه های مبتذل میکنن، چون به دنبال این هستن دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم رو بکوبن اما به جاش استبداد رو برگیشن، نقض حقوق بشر رو برجسته. دیگران در کتابهای خودشون اینها رو میآورن، یعنی زبان اونها نوشته های اونهاست. اگر شما با آثار روح الله خمینی آشنا بودید، کتابهای او رو خوانده بودید، رساله های او رو خوانده بودید، زبان او رو میفهمیدید که او داره چه میگه، او از چه سخن میگه، در مورد حقوق بشر نگاهش چیه، در مورد حکومت نگاهش چیه. به همین دلیلی که خیلی ها در زمان انقلاب گفتن اصلا ما کتاب ولایت فقیه خمینی رو نخوانده بودیم، نمیدانستیم او کیست. عجیبه که جامعه‌ای به خصوص در بخش نخبگانش به دنبال کسی میره که از اندیشه های او آگاه نیست. بنابراین زبان یکی از اون نشانه هاست. اما خب در پرتو زبان خیلی ها بعده های دروغ هم میدن، اندیشه های خودشون رو مخفی میکنن. زبان یک ابزار خوبی است برای مخفی کردن نیت، این رو هم باید در نظر داشت. گاهی افراد بی پرده سخن میگن. شما اندیشه های هیتلر رو در کتاب نبرد من میبینید، اندیشه های موسولینی رو در آیین فاشیسم میبینید، به وضوح سخن میگن. اگر شما این نشانه ها رو نبینید، بعدا تاوان یک حکومت وحشت رو خواهید داد. بسیاری از فقها ها اندیشه های خودشون رو نوشتن. اینکه زبان اونها رو متوجه نمیشیم به دلیل اینه که نمیریم در اون کتاب ها غور کنیم، تورق کنیم، تفحص کنیم. پس زبان یکی از نشانه هست. نشانه دیگر نمادها هستند. نمادهایی که نشان میده شخص به چه باور داره،
از کدام سبک زندگی خوشش میاد؟ کدام یک از قهرمانان برای او مورد احترام؟ اگر برای شخصی قهرمانانش جنگاوران و خونریزانند، میشه با درصد بالایی تشخیص داد که این شخص که نام فرزندش رو مثلا میگذاره چنگیز، میگذاره تیمور، نه به دلیلی که نام پدرش این بوده ها، به این دلیل که از آن شخصیت تاریخی خوشش میآید، یا اسکندر یا انبا و اقسام اینها. به چه دلیله؟ اینکه کسی علی ابن ابی طالب رو به خاطر ذوالفقارش دوست داره و دائم در تصاویر مختلف میبینید او رو کنار خودش میذاره، اینها نمادهایی است که نشان میده آن شخص چه اندازه به حقوق و آزادی ها باور داره. اینکه امروزه نمادها در بسیاری از کشورها حرفها رو منتقل میکنن مسئله مهمی است. لوگوی احزاب، شرکت ها، گروه ها، همه اینها در راستای آن برنامه های یک شرکت که میخواد در ذهن مردم نشان بده که ما از چه الگویی پیروی میکنیم، از کدوم اسطوره، از کدوم قهرمان تاریخی، از کدوم قهرمان کشور خودمون. یعنی قهرمان یک فقیه علی ابن ابی طالبه، وقتی قهرمان او پیامبر اسلامه، وقتی قهرمان او اللهه، شما باید نگاه بکنید در آیات قرآن خشونت چه وجهی داره، حقوق بشر چه وجهی داره. اگر قهرمان او پیامبر اسلام، نگاه بکنید به زندگی او از دل کتابها، ببینید نحوه زیست او چگونه بوده، حقوق بشری بوده، دموکراتیک بوده، انسانی بوده یا نه. به زندگی و حکومت علی نگاه همین ترتیب پادشاهان ما هم همین وضعیت رو دادن. چه اندازه خون ریختن برای فتح کشورهای دیگر، چه اندازه خون ریختن در سرزمین خودشان برای اینکه قدرت رو حفظ بکنن. بنابراین نمادها بسیار مهمن. همین نمادها بر روی پرچم کشورها هم نقش می‌بنده، بر روی نام کشورها هم نقش می‌بندیم. بنابراین نمادها هم نیات درونی انسانها یا اون حزب یا اون اعتقاد رو مشخص میکنه. سومین نشانه اعتقادات، یعنی وقتی شما معتقد هستید یک فقیه هستی، هر چقدر هم بگویید من فقیه حقوق بشری هستم، همان حقوق بشری رو قبول دارم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، یا بگویید من هم به سکولاریسم باور دارم، طبیعی است ادعی بگویند این با اعتقاد شما هم خوانی نداره. شما که لباس روحانیت بر تن داری، خود رو در مقام مرجع تقلید میبینی، صاحب فتوا هستی، این فتوا رو از کجا استخراج میکنی؟ خب طبیعی از قرآن، از سنت. یعنی مسائل روز رو به قرآن و سنت و اجماع و همینطور عقل شرعی احاله میدی و از دل اون حکم بیرون میاری. حکمی که بیرون میاری در واقع حکم شرعی است. پس طبیعی است مسائل سیاسی، مدنی، اقتصادی روز رو از دریچه دین نگاه میکنی. طبیعی است که حقوق بشری که ما در اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم که در قرآن به رسمیت شناخته نشده، در سنت پیامبر اسلام به رسمیت شناخته نشده، این دوگانگی رو چگونه رفع میکنی؟ زبانت با اعتقادات تو نمیخوانه به عنوان یک مسلمان، زبانت با اعتقادات تو نمیخوانه به عنوان کسی که از یک فرقه یا گروه سیاسی خاصی حمایت میکنی. پس اعتقادات، اصول و مبانی یک حزب یا یک اعتقاد دینی رو باید سنجید با اون ادعاهایی که شخص مطرح میکنه. نماد دیگر
یا نشانه دیگر بستر است، یعنی خواستگاه. اینکه یک شخص از چه بستری بیرون آمده. وقتی شما یک روحانی یا فقیهی رو میبینید که از بستر دیانت برخواسته، مشروعیت خودش رو از اون بستر گرفته، طبیعی است که از اون نباید انتظار داشته باشید که نوع رفتارش بسیار متفاوت باشه از اون فقها، چون تردش میکنن، حذفش میکنن. فقیهی که امروز بخواد نظرات عجیب و غریبی داشته باشه، او رو از حق فتوا برمیدارن. همین مسئله در انقلاب مشروطه رخ داد، جایی که فقهای نجف فتوا دادن که دخل و تصرف شیخ فضل الله در امور باطله. ما این فتواهای تکفیر رو کم نداریم حتی در میان خود فقها، به دلیل اینکه اونها یک بستری رو دارن، یک خواستگاهی رو دارن که نمیتونن در بر علیه اون باشن. از اونجا رشد میکنن، مشروعیت خودشون رو از اونجا میگیرن. من تعبیر مشروعیت انگلی رو که به کار بردم برای همین مسئله است. در ایدئولوژی ها آقای ژان بیشلر اشاره میکنه که ایدئولوژی ها میچسبند، یعنی ایدئولوگ ها به تن آن سنت ها، اعتقادات، باورها، فرهنگ و عناصری رو که مطلوبشون هست بیرون میارن. این که میبینید علی شریعتی ابوذر رو سوسیالیست معرفی میکنه، آیا ابوذر در زمان خودش 1400 سال قبل چیزی از سوسیالیست میدونست؟ سوسیالیسم مفهوم مدرنه، مفهوم جدیده. ما چرا علی شریعتی اون رو به کار میبره؟ به خاطر اینکه در یک جامعه دینی شما نیازمند این هستید که سوسیالیسم رو در قالب یک شخصیتی به عنوان الگو تعریف کنید و در نتیجه ابوذر رو بیرون میارید به عنوان کسی که اعتراض کرده مثلا به حاکم اموی مثل معاویه، که شما اسراف میکنید، اهل ریا هستید، کاخهایی برای خودتون ساختید، تشکیلاتی دارید و اینها در سنت پیامبر نیست، بنابراین به او معترضید. علی شریعتی هم سعی میکنه از دل این تعابیر خام و ابتدایی و دینی ابوذر غفاری سوسیالیست بیرون بکشه. همین رو در مورد بقیه شخصیت ها دارید. بنابراین ایدئولوگ ها سعی میکنن از اون بستری که در اون قرار دارند مفاهیم خودشون رو بیرون بیارن و به درون جامعه ببرن. همین مسئله در نظام پادشاهی هم وجود داره، در سلطنت وجود داره. اونها هم نمیتونن بر سر شاخ بنشینن بن ببرن، اون مشروعیتشون رو از اونجا میگیرن، از اون خواستگاه میگیرن. دی صحبت بر سر این است که ما 2500 سال پادشاهی داشتیم، یعنی اینکه من یک بستر و خواستگاهی دارم که منقطع نیست، بلکه 2500 سال ادامه داره. بیرون آوردن آن شخص از اون بستر کار دشواری است، نه اینکه نشدنی باشه، ولی بسیار دشوار. یعنی ما باید به این نمادها توجه کنیم، به این ویژگی ها توجه کنیم. کمتر اندیشمندی پیدا میشه که همه چیز گذشته خودش رو کنار بذاره. نمیشه، نشدنی است. این ما شدت و ضعف. اینکه خواستگاه یک انسان کجاست بسیار اهمیت داره. نشانه دیگر عمله، یعنی رفتار یک انسان نشان میده که او چطور فکر میکنه. ممکنه یک شخصی به زبان یک چیزی رو بگه، اما شواهد دیگر نشان بده که نه، این سخن او غلطه. جمله این شواهد نمادها هستند، اعتقادات هست، خواستگاه هست و عمل و روش. یعنی شما نگاه بکنید که این شخص که مدعی است من یک انسان دموکرات هستم، آیا واقعا در پیرامون خودش هم همین جوریه؟ یعنی اگر یک حزبی داره، این حزب
بر اساس دموکراسی، بر اساس حق اعضا گروه شفاف سازی عمل میشه، یا اینکه نه او فرمان میده همه مطیعن، او دستور میده همه اجرا میکنن، یا کسی هست که خود رو در معرض نقد بگذاره سالی یک بار، دو بار، سه بار بیاد با مردم سخن بگه؟ دموکراسی یعنی حاکمیت مردم، یعنی همه چیز از مردم. در درون احزاب، در درون گروه ها، کارگروه های مختلفی تشکیل داده، گروه های مختلف می نشینن، خرد خودشون رو در کنار هم میذارن و بعد یک تصمیم گیری میکنن، یا اینکه نه فقط یک نفر دستور میده ما بقیه اطاعت میکنیم، یک نفر دستور میده ما بقیه جرأت نقد ندارن. عمل مسئله بسیار مهمی است. ما اگر این نشانه ها رو در کنار هم قرار بدیم هست که متوجه میشیم اگر خمینی ها میآیند قبل از سال 57 سخن از حقوق بشر میکنند و جمهوری مثل جمهوری فرانسه و سکولاریسمی که ما روحانیت میخوایم بریم در قم نقشی در سیاست نداریم و انواع و اقسام این وعده ها رو راستی آزمایی میکنه، میبینه نه با نمادهاش همخونی نداره، نمادهاش علی ابن ابی طالب هم که آمده برای حق خلافت خودش جنگیده، حسین ابن علی اومده برای حق خلافت خودش جنگیده، پیامبر اسلامه که 10 سال در مدینه حکومت کرد، اعتقاداتش رو نگاه میکنید ببینید در قرآن امر به معروف و نهی از منکر وظیفه اوست، او نمیتونه بره در خانه بنشینه، به بستر و خواستگاه اجتماعیش نگاه میکنید، طبقاتیش نگاه میکنید، گروهیش نگاه میکنید، ببینید رو جز فقهاست، فقهایی که همیشه مردم رو مؤمن و مقلد خودشون خواستن، یعنی ما میگیم شما عمل کن، رساله عملیه فقها در همین راستاست. برای جزئی ترین امور یک شخص مکلف اینها برنامه دادن، چندین جلد کتاب می نویسن از اینکه شما چگونه باید استحمام بکنید، چطور باید به توالت برید، در رخت خواب و تخت خواب خود چطور رفتار بکنید، با همسایه چگونه باشید، چه غذایی رو میل کنید، چه غذایی رو نخورید، چه لباسی رو بپوشید، چه لباسی رو نپوشید، محاسن خودتون رو چقدر کوتاه بکنید، موی سرتون رو چقدر نشان بدید، همه اینها در رساله های عملیه اینها و کتاب های فقهی اینها اومده. آیا فقیهی که اعتقاداتش بهش دستور میده امر به معروف بکن میره در خانه مینشینه؟ فقیهی که نگاهش این است که من در امر سیاست باید دخالت بکنم، ما فقها حق اوقاف و خمس و اینها داریم، حاضر از اینها دست بکشه بگه نه من با مسائل اجتماعی کاری ندارم، من باید درآمد اوست. روش و عمل اونها رو نگاه میکنیم میبینیم همیشه مردم رو مطیع و منقاد خودشون خواستن، همیشه خواستن مردم در انقیاد اونها باشن، آیا اجازه میدن مردم بنابر خرد جمعی خودشون تصمیم بگیرن؟ خب ما وقتی این نشانه ها رو ندیدیم در سال 57 در چای افتادیم که نمیدانستیم داستان چیست. جامعه بالغ یک جامعه است که نشانه های ضد ارزش های خودش رو پیدا بکنه در هر کسی. ممکنه خیلی از افراد برای ما محترم باشن، خیلی عزیز باشن، اما حامل ارزش هایی باشن که مغایر اون ارزش هایی است که ما به دنبالش هستیم. اینکه روحانیت 1400 سال محترم بوده، لباس پیامبر تنش بوده، نماینده خدا و رسوله، بله اینا اعتقادات شماست، اما خطاست. همون روحانیت اگر کارش برسه جنایت میکنه، اموال شما رو میبره. فلانی آمده نماینده 2500 سال پادشاهی ما بوده، این گونه است، عزیزه، انسان خوبی است، فلان، بله. اما به بقیه نشانه ها توجه کنید. هیتلر خودش رو نماد ملیگرایی آلمان میدونست، نماد پاکسازی نژادی در آلمان میدونست،
و بعد دیدی چه شد. موسولینی هم خودش رو نماد وحدت ایتالیا میتونست. وقتی ما به این نشانه ها نگاه نمی کنیم، فکر می کنیم مرگ برای همسایه است. نه، این مرگ به خانه ما هم خواهد آمد. نشانه ها مسئله بسیار مهمی است. کار بازشناسی باورها یعنی همین برنامه هایی که من در خدمت شما هستم همینه، که تابوها رو بشکنیم یک بار با یک مغز سرد بدون احساسات، با حداقل احساسات و عواطف نگاه بکنیم. فکر نکنیم جامعه ما از این خطاها مصونه. نه، ما اشتباه نمی کنیم. نه خیر، کردیم، هنوز هم داریم تاوانمون اشتباهمون رو میدیم. بسیاری از عقاید ما باعث میشه که ما نشانه ها رو نبینیم، دائم بر روی اون خطاها پافشاری بکنیم، همان مسیر غلط رو ادامه بدیم. آره، مغالطه هم داریم، مغالطه هزینه صرف شده. بد نیست من اینجا یک توضیحی هم بدم. مغالطه هزینه صرف شده به این معناست که انسانی به دلیل هزینه هایی که از قبل انجام داده راه خطا و اشتباه خودش رو ادامه میده. به عنوان مثال عرض میکنم، فرض کنید انسانی است، اتومبیلی داره، هر روز تعمیرگاست. بهش میگید آقا این اتومبیل تو کجاست؟ میگه تعمیرگاست. میگم تا حالا چقدر خرج کردی؟ میگه آقا نزدیک 10 میلیون خرج کردی. میگیم خب این اتومبیل رو بفروش، برو یه اتومبیل دیگه بخر. میگه آقا من 10 میلیون براش خرج کردم، بفروشمش. میگیم خب اگه 10 میلیون رو خرج کردی، وقتی میبینی درست نمیشه، فرسوده شده، دوباره فردا هم باید بری تعمیر کن، بعد 6 ماه دوباره 10 میلیون دیگه باید هزینه بکن. اما چون قبلا 10 میلیون هزینه کرده میترسه، میگه نه، من حاضرم هزینه های بعدی رو هم انجام بدم، اما این اتومبیل رو نفروشم، یه اتومبیل نو بخرم. بعد شما میبینید بعد از 1 سال هزینه ای که او برای یک اتومبیل فرسوده داده بیشتر از هزینه خرید یک اتومبیل نوه. در مورد زندگی هم همینه. میبینید یک زن و شوهری هر روز در حال نزاع و دعوا. میگید خب چرا اصلا جدا نمیشید؟ به هر حال این که زندگی نیست. میگه نه، ما خاطره داریم با هم، هزینه عروسی انجام دادیم و نمیتونم خانه تشکیل دادیم و این هزینه ها رو بذاریم کنار. و میخواد 10 سال دیگه، 5 سال دیگه به همون زندگی هر روز نکبت ادامه بده. به چه دلیل؟ به این دلیل که قبلا هزینه ای داده بازش. همین موضوع در مورد اعتقادات هم هست. انسانی معتقد به یک آیینی، به یک دینی، به یک اندیشه و تفکری، وقتی خطاست باید اونا رو بذاره کنار. نه اینکه چون ما در گذشته تاوانش رو دادیم، حالا از این به بعد هم باز برو تاوانش رو هم میدیم، اشکال نداره. نه، این مثال بارزش جنگ ایران و عراق بود. من یادمه دیدی خیلی ها بعد از جنگ صحبت میکردن که خب این جنگ میتونست بعد از فتح خرمشهر تمام بشه. حالا 3 سال جنگی دید، وقتی شرایط مهیا بود چرا جنگ رو تمام نکردید؟ گفتن نه، ما شهید دادیم. این شهدایی که ما دادیم چی؟ خونشون چه میشه؟ بعد آمدن جنگ رو 5 سال بعد ادامه دادن، 6 سال بعد ادامه دادن، شهدا بیشتر شدن، پیروزی هم محقق نشد، دست آخرم جام زهرم سر کشیدن. شما اگر سال 63 تمام میکردی، تعداد کشته شدگان کمتر بود، خسارت به کشور از نظر اقتصادی کمتر بود، التهاب در درون جامعه کمتر بود. شما بی جهت اون رو ادامه دادید، آخرم هیچی گیر نیاوردید، چیزی دستتون رو نگرفت، تا بعدم مجبور شدید صلح بکنید. تازه بخشی های سرزمین ما هم که دست عراق در زمان حمله به کویت اونها رو پس داد. این مغالطه هزینه صرف شده امروز هم وجود داره. ما گاهی نشانه های خطا رو میبینیم،
اما میگیم نه، این آدم آدم بدی نیست. جایگاه او یک جایگاه برجسته است، فقیه، فیلسوف، شاهزاده است، آقازاده است، خانزاده است. هر خانزاده که انسان سلیمی نیست، هر فقیهی که انسان درستی نیست، هر شاهزاده که انسان مصلحی نیست. نشانه ها رو شما باید ببینید. مگر ما کم فیلسوف داشتیم که در نقد مفاهیم ارزشمند به دستگاه استبداد کمک کرده؟ شما در آلمان نازی فیلسوفانی داشتید که به نوعی ارتباطات داشتن. یکی از بزرگترین اونها آقای مارتین هایدگره. در ایتالیا همینطور. برای اون دیدگاه های این افراد فاشیست و مستبد دلیل می ساختن، تئوری هاشون رو موجه می کرد. اما مردم میگن نه، این فیلسوفه، او حتما یه چیزی میدونه که ما نمیدونیم. اون فقیه، لباس پیامبر تنشه، مگه میشه او مال مردم رو ببره؟ مگه میشه او انسانی رو بکشه؟ بله میکشه. شما اگر به بقیه نمادها نگاه بکنید ببینید میکشه. اگر اعتقادات او رو بدانید، اگر خواستگاه و بستر او رو بدانید، متوجه خواهید شد که بله. بنابراین به یک نشانه نمیشه توجه کرد. همه اونها رو بعد در کنار هم قرار داد. وقتی روح الله خمینی سخن از جمهوری و حقوق بشر و اینها میکنه، شما میگید آخه شما این کتاب ننوشتید ولایت فقیه. چطور امروز میگید که ما میخوام بریم در قم هیچ کاری نمیکنیم، ما روحانیت هیچ نقشی در سیاست نداریم؟ خب پس اون کتاب ولایت فقیهتون برای چی بوده؟ مگه شما نمیگید حکومت علوی، حکومت نبوی؟ مگه شما نمیگید امر به معروف و نهی از منکر؟ خب اینا همه دستورات شماست، چگونه باش کنار میایید؟ ادعای شما مبنی بر این که ما به دنبال دموکراسی و حقوق بشر هستیم که همان زبان شماست، یکی از نشانه ها، با بقیه نشانه ها همخوانی نداره. جامعه پرسشگری چون این جامعه است نمیاد بگه فعلا ساکت باشیم، فعلا حرف نزنیم، این شاه رو بیرون بکنیم، بعدا میشینیم از آقای خمینی سوال میکنیم که نظرت در مورد اینها چیه. نه، او وقتی قدرت رو گرفت دیگه از او نمیتونید پرسش کنید. بنابراین نشانها بسیار مهم. در مورد نیروهای غیر دموکراتیک، خب میدانیم امروز بخشیش رژیم جمهوری اسلامی است که تمام المانها، ویژگیها و خصائص یک رژیم غیر دموکراتیک رو دارد، چه در اعتقاد و ایدئولوژیش، چه در زبانش، چه در ساختارش، چه در عمل و روش و ابزارش، همه گونه رفتارها غیر دموکراتیک، غیر حقوق بشری و جنایتکارانه رو داره. اما در میان نیروی اپوزیسیون چطور؟ اونهایی که میخوان این رژیم رو بیاندازند هم شبیه به او هستن یا نه واقعا دموکراتن؟ کسانی که به نظریه های انقلاب عنایت دارند اشاره می کنند بعد از گذار از یک استبداد خیلی اهمیت داره که شما چه موانعی دارید برای ایجاد دموکراسی. یکی از این موانع درونی هست، فرهنگی هست، ساختاری هست. ما در آینده بحث خواهیم کرد در مورد موانع دموکراسی در ایران. بخش دیگر نه، مربوط به خود نیروهای مخالف اون رژیم هن. یعنی ویژگی هایی دارن که اگر به قدرت برسن جامعه کار دشواری داره و ممکنه به دموکراسی نرسه. و ما از این انقلاب ها زیاد داشتیم. انقلابی که انجام شد اما به دموکراسی منجر نشد، نمونهش همین جمهوری است و انقلاب سال 50. این نشانه ها چه هستن؟ در بین نیروهای مخالف کدام نیروها مستعد انجام یک روش غیر دموکراتیکن که این نشانه ها رو ما باید رصد کنیم؟ اولین نشانه این است که شخص رهبر مشروعیت خودش رو چگونه اخذ میکنه. یعنی من مدعی هستم که نماینده خدا هستم. اگر مدعیم نماینده خدا هستم،
یعنی مردم در انتصاب و انتخاب من نقش ندارن. بنابراین اگر فردا این شخص رهبر انقلاب به پیروزی برسه، طبیعیه مردم حق ندارن او رو بردارن، چون او منصوب خداست و از جانب خدا برگزیده شده، بعدا هم به خدا جواب خواهد داد در قیامت، بنابر اون تعاریفی که وعده به روز دیگر میده. برای همین مردم حق ندارن او رو بردارن، او رو مورد پرسش قرار بدن، چون خدا او رو انتخاب کرد. حاکمیت او از جانب خداست نه از جانب مردم. بنابراین کسی که مشروعیت خودش رو از مردم نمیگیره، مستعد اینه که یک رژیم غیر دموکراتیک بیاد. به همین طریق کسی که مدعی است من مشروعیت حکومت بر شما رو دارم، چون پدر من، جد من، اجداد من پادشاه بودن، حاکم بودن و فلان، اونا هم مستعد ایجاد یک روش غیر دموکراتیک هستند به دلیل که مردم رو انتخاب نکرد. اون مشروعیت خودش از جای دیگه ای میگیره. بنابراین مسئله اول و نشانه اول این است که مشروعیت یک شخص بر چه اساس و مؤلفه هایی است. اگر اونها دموکراتیکه، خب شما میتونید بپذیرید که بله اوها بعد از رسیدن به قدرت میتونن یک دموکراسی بیارن. البته عرض کنم هیچ چیز 100% نیست، اینا همه نشانه های قل و اکثره، نه قطعی و 100%. شما مثلا میبینید در یک حزب انتخابات برگزار میشه، امروز دبیر کل این حزب آقای فلانی است، فردا خانم فلانی است. خب شما میتونید متوجه بشید این حزب اگر فردا قدرت برسه همین رویه رو ادامه خواهد داد. یعنی امارات و نشانه ها نشان میده که این بستر میتونه فردا هم در درون کشور وقتی قدرت بگیره مشروعیت خودش رو از طریق دموکراتیک تامین کنه. اما کسی که خودش رو نماینده خدا میدونه یا نماینده اجدادش، طبیعیه امروز که مشروعیت غیر دموکراتیک او رو پذیرفتید، فردا هم که در کشور قدرت بگیره همین بود. دومین نشانه رفتار و عمل هست، یعنی احزاب و گروه ها چه اندازه روش های دموکراتیک دارن، یعنی در درون احزاب چقدر شفاف سازی هست، چقدر اعضا تصمیم گیرنده هستند برای برنامه ها، اهداف، ابزار، انتخابات. اینا شما میتونید راستی آزمایی کنید آیا در درون اون حزب های انقلابی کیش شخصیت وجود داره، همه تابع یک نفرن، او تعیین میکنه که کی امروز در کدوم بخش کار کنه یا نه خرد جمعی حاکمه، ابزارشون، روشهاشون، برنامه هاشون چگونه است. گاهی این روش رو شما از طریق سوابق اونها میتونید پیدا کنید، مثلا نظامات در درون حوزه علمیه بر اساس انتخابات نیست، یک نفر از سوی فقها تایید میشه، بالا میره، میشه مرجع تقلید، بعد او شاگردانی رو داره و یک نظام سلسله مراتبی است. یه فقیه امروز نشسته، شما میتونید که انتخاباتی نیست، هر فقیه عالمی بنشینه جای او، اتوریته رو داره. یا احزابی وجود دارن که سوابق اونها در گذشته نشون داده، به هیچ عنوان روش های دموکراتیک ندارن. یا آقای هست 30 ساله رهبر یه فرقه است، رهبر یه حزب، هیچ کس هم نتونست رو تکان بده و امروز هم شما همین روش رو دارید. یا کسی مشروعیتش رو از یک ساختاری میگیره که در گذشته نشون داده اصلا به دموکراسی باور نداره. این رو شما در میان اندیشه های فقه سیاسی شیعه میتونید ببینید، امام و شخصی که منصوب میشه یک نظام سیاسی رو اجرا میکنه که امام در اون یک نگاه مطلق داره. شما یه بار بیعت میکنید دیگه تمام، وقتی دوباره میخواید حکومت دینی برپا بکنید باید حواستون جمع باشه این حکومت دینی قبلا تشکیل شده، اگر شده چه ویژگی هایی داشته، اون جامعه رو به کدوم سمت برده.
کسانی که مدعی هستند حکومت دینی دیگر در ایران تمام شد، بر همین اساس حکم میکنن. یعنی اونا معتقدن که 40 سال ما دیدیم یه سابقه ای رو، هرچند اگر دقیق میبودن میدیدن که این نظام دینی قبلا در کوفه تشکیل شده، قبلا در مدینه تشکیل شده، آزمونش این بوده: خشونت، ترور، ارعاب، وحشت، شکنجه، جنگ های متعدد، همه اینها وجود داشته. بنابراین شما از دل این ویژگی ها نمیتونید در بیارید که اگر حکومت جدیدی داره میاد با توجه به سوابق قبلیش میتونه بر علیه یا برعکسش رفتار بکنه. نه، خیلی دشواره، چون باید به خیلی از امور پشت پا بزنه و معمولا در ایدئولوژی ها و اون نگاه های خاص شدنی نیست. دیگر نشانه این است که ببینید در میان گروه های اپوزیسیون یا گروه های مخالف تندروها در کدوم حزب هستند، پیرامون چه شخصی جمع میشن، یا اگر نیروها متعدد هستند نگاه اون رهبر حزب به تندروها چیه. در بین مخالفین اگر گروه های تندروی وجود دارن، اگر قدرت رو به دست بگیرن، شما نباید توقع داشته باشید دموکراسی بیارن. اونها در شرایط حاضر هم اجازه نمیدن شما حرف بزنید، چون تندرو هن اندیشه های شما رو ضعف میپندارن، میگن نه این گروه یا این بخش از نیروهای انقلابی ضعیف هن، اهل مدارا هن، انقلابی نیستن. این واژه انقلابی از انقلاب فرانسه گرفته به این طرف همیشه یک نوع افاده و توجیه خشونت بود که انقلابی باید خیلی ساختاری عمل بکنه، همه چیز رو به هم بزنه. بعد از سال 57 هم همین داستان بود. اگر کسی می آمد یک مقدار اندیشه متساهل داشت، اهل عفو و ارفاق بود، می گفتن تو انقلابی نیستی. ما اگر کسی بیشتر جنایت می کرد انقلابی بود. قاضی انقلابی قاضی است که روزی 10 تا حکم قتل بده، 10 تا حکم تیرباران بده. سلخالی انقلابی، قاضی انقلابی. افراد دیگر انقلابی نیستن، اینها دل در گروه گروه های دیگر دارن. در بین نیروهای مخالف یک نظام استبدادی شما باید ببینید که مستبدان هم وجود دارن، اما اینا پیرامون چه کسی جمع میشن؟ اینا پیرامون کسانی جمع میشن که بتونن مقام بگیرن، منصب بگیرن. مراحلی که افراد شرور بر جامعه حاکم میشن، آقای فون هایک اشاره میکنه در کتاب راه بردگی، در اون بخشی که چگونه برخی از افراد که انسانهای نالایق و ناشایستی هستن بر ما حکومت، بخشیش همینه که گروه های تند رو پیرامون یک شخص جمع میشن، خودشون رو به عنوان کادرهای خشونت آینده معرفی میکنن. البته الان هم به کارشون میان. موسولینی در ایتالیا میخواست قدرت بگیره، پیراهن مشکی های او از شهرهای مختلف شروع کردن، از میلان و تورینو و جاهای دیگه آغاز کرد، میرفتن دفاتر روزنامه ها رو خراب میکردن، کسانی که مخالف بودن رو ترور میکردن، به تجمع گروه های مخالف خودشون حمله میبردن. امروز همین فضا رو در اپوزیسیون هم شما دارید میبینید. در میادین لندن و پاریس و جاهای دیگه نگاه بکنید، یه بلنگوی دستشون میگیرن، مرگ بر این مرگ بر اون، اونو بزنید اینو بکشید، یه فریاد رو شما دید میشنوید. کسی که به اینها پروبال میده یا سکوت میکنه، به نوعی اعلام رضایت میکنه نسبت به رفتار اونها، میگه خب اینا دارن دشمنان من رو از راه بدر میکنن، مخالفین من رو حذف میکنن، پس بذار باشن، فعلا من به اونا نیاز دارم. هیچ وقت موضع گیری قاطع نسبت به اونا نمی کنه، همون گونه که موسولینی نکرد، همون گونه که هیتلر با لشکر اس آ نکرد که بعدا این اس آ تبدیل شد به اس اس. برید به هم بزنید خیابان ها رو، بگیرید رژه، برید شبه نظامیانی درست کرده بودن، هر کسی مخالف بود یا با ارعاب یا با ترور یا با تخریب مغازه و روزنامش، اونا رو مجبور به سکوت میکردن و بعدن در جناح سیاسی خودشون اونها به کارشون آمد. بنابراین باید بسیار دقیق بود
نسبت به اینکه تندروها در درون نیروهای مخالف پیرامون چه کسی جمع میشن. اینکه سلیمانی آدم خوبی است ملاک نیست، کار سیاسی کار حزبی است، کار یه شخص نیست. اگر سلیمانی آدم خوبی است، اون نیروهای نامناسب رو باید طرد کنه، بگه شما به دموکراسی ضربه میزنید، چهره من رو هم بد میکنید، برید کنار. اما وقتی اونها رو کنار من میبینی با کلمات مبهم پاسخ میدم، طبیعی شما باید شک کنید. رؤسای دستگاه سرکوب پیش کی میشینن؟ پیراهن مشکی های امروزی پیش کی میشینن؟ با کی رفت آمد دارن؟ شعار کی رو میدن؟ و موازی او چگونه است؟ تازه بدتر خواهد بود اگر اون رهبر متزلزل هم باشه. رهبر اگه مقتدر هم باشه میتونه احساس خطر بکنه، اما حالا متزلزل هم باشه، طبیعتا این گروه های خشن رو به طرف خودشون میکشونن، فضا رو به نحوی آماده میکنن که اون شخص به طرف اونها بره، اجازه نده. مورد دیگر که باز هم یک نشانه است که نشان میده یک روند میتونه غیر دموکراتیک باشه در انقلاب، مسئله این است که نیروهای انقلابی بر روی کدام بخش از جامعه سرمایه گذاری میکنن. شما میخوایی رژیم رو بندازید، نگاهتون به کجاست؟ اگه نگاهتون به مردمه، یعنی مردم رو به خیابان ها میارید، مردم رو در اعتصابات شرکت میدید، خب این یک علامت مثبتی است. تو دموکراسی حکومت مردم، وقتی از مردم کمک میگیرید به مردم دین دارید. اما وقتی شما میایید از نیروهای نظامی حکومت مستقر میخواید استفاده کنید، خب طبیعیه اون نیروهای نظامی بی جهت که با شما همکاری نمیکنن، اونا منافعی دارن، میان میگن خب شما میخوای بیاید به ما چی میخوای بدی؟ اولا اینکه همین چیزهایی که الان داریم رو خواهیم داشت. دوما این که حالا که ما میخوایم یک ریسکی انجام بدیم، شما باید یه چیز بیشتر به ما بدید که ما مجاب بشیم که آقای سید علی خامنه‌ای رو بندازیم شما رو بیاریم. خب شما وقتی میبینید در درون یک جامعه سپاه همه امور جامعه رو در دست داره، از بعد اقتصادی گرفته تا ورزش و چیزهای دیگه، طبیعیه اگر با سپاه و نیروهای او قدرت بگیرید دیگه نشانی از دموکراسی نمیمونه، همین وضعیت خواهد. اگر سرمایه گذاری شما برای روحانیت باشه، خب روحانیت از شما میخواد که در همون قانون اساسی یا ساختارهای بعدی ویژگی های خودش رو حفظ کنه، اوقافش رو حفظ کنه، نزورات خودش رو حفظ کنه، حق دادن حکم شرعی در مورد مسائل رو حفظ کنه، همون حق فتوا، حق تفسیر قانون اساسی رو نگه داره. مگه در انقلاب مشروطه نبود؟ روحانیت آمد مشارکت کرد، یک اصلی به در واقع متممی به اصل دوم قانون اساسی زن که آقا 5 نفر مجتهد جامع شرایط بیان نگاه بکنن که قوانینی که مجلس شورای ملی تصویب میکنه آیا اسلامی هست یا نیست. اون تاوان و باجی بود که ما به روحانیت دادیم در انقلاب مشروطه. پس اگر سلیمانی آمد گفت من میخوام با فقها و روحانیت صحبت کنم که انقلاب بشه، بدانید بعد از رفتن سید علی خامنه‌ای عملا دیگه یک رژیم دموکراتیک نخواهیم داشت، چون باز فقها ها سعی خواهند کرد اندیشه های دینی رو وارد جامعه بکنن، همون اندیشه های سکولار رو نابود بکنن. یکی دیگر از اونها کودتاست، یعنی رژیمی که میخواد با کودتا با حذف بشه و دیگری بیا، یعنی کسی که برنامهش کودتاه، شما مطمئن باشی در آینده یک رژیم دموکراتیک ایجاد نخواهد شد. اگر چشم و نگاه یک شخصی به کشورهای خارجی است، رژیم بعدی به احتمال بسیار زیاد رژیم غیر دموکراتیک خواهد، چون دولت‌های خارجی وقتی به شما کمک میکنن خب توقعی دارن. بنابراین طبیعی است شما باید با نیروهای سپاه صحبت بکنی که ریزش کنن، شما باید با روحانیت صحبت کنی که کنار بشینن، اما از موضع قدرت نه از موضع زم. موضع قدرت هم زمانی است که مردم رو به خیابان بیاری. تمام رهبران انقلابی این کارو کرد. وقتی قدرت دارید حالا از روی موضع قدرت با نیروهای نظامی چانه زنی میکنید، حداقل امتیازات رو به اونها میدید، کشورهای خارجی رو مجاب میکنید که از شما حمایت لوجستیکی بکنید، نه اینکه مردم در خانه ها هستن یا به مردم بگید برید تو خونه هاتون
اما من میخوام با سپاه سید علی خامنه‌ای رو بندازم. خب انداختی، آیا سپاه به تو اجازه میده که یک بستر دموکراتیک ایجاد کنی؟ تازه او سعی میکنه از تو امتیازات بیشتری بگیره از آن چیزی که در دوران سید علی خامنه‌ای داره، و همینطور فقها فرق نمیکنه. بنابراین اگر شنیدید یک حزبی، یک شخصی برنامهش این است که من بر روی این نیروها میخوام کار بکنم، بدانید رژیم بعدی که خواهد آمد به احتمال بسیار زیاد غیر دموکراتیک خواهد. و آخرین مسئله که با توجه به اتمام برنامه عرض کنم این است که گفتمان اون نیروهای اپوزیسیون چیست؟ آیا نگاهشون پوپولیستیه؟ یعنی عوام فریبانه است؟ کلماتشون مبهمه؟ کیش شخصیت دارن؟ خودشون رو فرا ملی، فرا حزبی، فرا گروهی میبینن؟ این گفتمان پوپولیستی بسیار خطرناکه. اینکه من متعلق به همه هستم امر بسیار خطرناکی است، چون شما نمیتونید متعلق به همه باشید، بلکه منافع بخشی از جامعه رو به عهده خواهید داشت. شما نمیتونید هم منافع کارگر رو حفظ کنید، هم منافع سرمایه‌دار رو حفظ کنید، هم منافع دیندار رو حفظ کنید، هم منافع ارزش‌های مدرن رو، یعنی بین سنت‌گرا و تجددگرا. دقیقاً هیتلر همین کارو می‌کرد. سخنرانی می‌کرد، همه راضی می‌شدن. و کسی هم سوال نمی‌کرد خب شما چطور می‌خواید همه رو راضی بکنید؟ مگه میشه منافع یک کارخانه دار و سرمایه‌دار با منافع کارگر که یه جا نیست؟ از یکی باید یه چیزی کمتر کنی، به یکی چیزی بیشتر بدی. بین یک سنت‌گرا با یک نفر تجددگرای منافعش یکیه؟ حالا ارزش‌های مردم و زنان امروز ما با روحانیت ارزششون یکیه؟ نه، روحانیت هر چقدر می‌خواد عقب‌تر برگرده، به سنت‌های اسلامی برگرده، ولی مردم می‌خوان برن به سمت جلو با ارزش‌های مدرن. شما چطور می‌خوام همه رو قانع بکنم؟ این گفتمان پوپولیستی است. هیتلر و موسولینی دقیقا همین کارها رو میکرد. و امروز هم یه عده‌ای اومدن میگن ما فراحزبی هستیم، ما فراگروهی هستیم، من همتون رو راضی میکنم. این کلمات مبهم بعداً و بعد از رسیدن به قدرت میتونه بسیار برگرده، تعویل بشه و تفسیر بشه. بنابراین ما سعی کردیم در اینجا دشمنان دموکراسی رو تا حدودی با نشانه هاشون معرفی بکنیم، اما در آینده به موانع دموکراسی در درون کشور هم خواهیم پرداخت، و بعد به اینکه چگونه می شود یک دموکراسی رو تبدیل کرد به یک نحوه زیست سیاسی پایدار. بسیار سپاسگزارم از تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز. امیدوارم در برنامه آینده که به تاریخ زندگانی حسین خواهیم پرداخت مطالبی رو عرض کنیم که برای عزیزان مفید باشه. تا نوبتی دیگر، بدرود.